دوستان، با آموزش VBA در نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. خب در جلسات قبل در خصوص ماکرو و ویژوال بیسیک با هم صحبت کردیم و گفتیم وقتی که میخوایم کد VBA رو بنویسیم، میریم توی محیط ادیتورمون و در مورد ماژول ها و هر کدوم از اینها با هم صحبت کرده بودیم. حالا میخوایم شروع کنیم به کد نوشتن. و خب قبل اینکه بتونیم یک کدی رو بنویسیم، یعنی یک سری کارهایی که میخوایم انجام بشه رو توسط کد تعریف کنیم واسه VBA، باید بگیم که آقا یک مجموعه از این کدها که میخوایم یک کار به خصوص رو انجام بده کجا شروع میشه و کجا تموم میشه. واسه این کار ما از ما از کلمات کلیدی استفاده میکنیم که بگیم آقا کد ما یک سری از کارها از کجا شروع میشه و کجا تموم میشه. این مجموعه از کدهایی که یه جا قرار میگیرن رو میگیم توی یک پروسیجر قرار میگیرن. به کل این که شروعش از اینجا هست و پایانش اینجا هست یعنی یک پروسیجر، که حالا معنی لغوی پروسیجر میشه رویه و خب زیاد ملموس نیست، به خاطر همین ما از همون پروسیجر میگیم. الان این یک پروسیجر بسیار کوتاه هستش. میبینیم که سه تا بیشتر کامنت یا فرمان یا دستور یا کد توش نوشته نشده، اما اگه این یکی رو نگاه کنیم از اینجا شروع میشه تا وقتی که من بگم end function، پروسیجر من ادامه پیدا میکنه که اینجا هست و یه خط هم واسه ما کشیده که میگه اینجا تموم شده. خب پس الان اینجا میبینیم که آقا ما یک پروسیجر طولانی تر داریم که یک مجموعی از کدها رو داخل خودش تعریف کرده. خب ما در کل توی VBA دو نوع پروسیجر داریم. یکیشو که اینجا داریم میبینیم فانکشن هستش که با کلمه کلیدی فانکشن شروع میشه و با end function تموم میشه. خب و یکی دیگه sub هستش که با sub شروع میشه. بذاریم مثلا من اینجا ببینم کجا نوشتم، با sub شروع میشه، اینم یه procedure هستش و با end sub تموم میشه. تفاوت بین این دوتا چیه؟ sub function ها، sub procedure ها ورودی میگیرن اما خروجی نمیدن. خب اینجا اگر توجه کنیم من یه ساب دارم که دلیت لیست هستش اسمش و اینجا هم تموم شده و چهار تا فرمان توش انجام میشه. خب ورودی هم نداره، خروجی هم نداره، فقط یک مجموعه کار رو انجام میده. حالا یه مقدار بدنه ساب ها رو ما کامل تر توضیح بدیم یا فانکشن ها رو بزنیم، از همین یه اسکرین‌شات بگیریم. خب بزنیم صفحه سفید بیاریم بهتر. خب نها کنین، پس ما پروسیجر ها رو داریم، حالا من خلاصه میبیسم که دونه ساب داره، یه نوع ساب داره و یک فانکشن. ساب ها به این حالت نوشته میشن: ساب فاصله اسم یا نیم اون پروسیجری که میخواییم، پرانتز باز ورودی هاش، هر چیزی. خب که حالا باز کامل تر توضیح بدیم و یک سری فرمان اینجا مینویسیم و بعد اون رو میبندیم. بزرگ و کوچیک زیاد تفاوتی نداره چون خودش درست میکنه و انصاب میکنه. فانکشن ها هم به همین صورت هستن. من می نویسم اینجا فانکشن، خب اسم اون تابعی که می خوام RBC ورودی ها، به ورودی ها میگن آرگومنت. خب آرگومنت های اون، کامند هایی که دارم و در نهایت اند فانکشن. پس من اگر خواستم یک کاری رو انجام بدم که اونو به زبون کد میخوام بنویسم، باید بین این دوتا بدنه حتما بنویسم. حالا اگر ورودی داره ورودی، اگه نداره اینا رو پاک میکنم بدون هیچ ورودی. یه سری کار انجام میشه و میگم اینجا شروعش هست و اینجا پایانش هست. حتما باید تو این دوتا بدنه باشه. حالا واسه تعریف اینا یک سری موارد دیگه ای وجود داره.
خب که حالا تعریف میکنیم. اولین چیزی که گفتیم آرگومانت ها هستن. آرگومانت ها متغیرهایی هستن که من به این تابه میدم تا به عنوان مثلا ورودی از اون استفاده کنم. به طور مثال اگر ما بریم تو خود محیط VBA و یه ماژولی رو ایجاد بکنیم، واسه ایجاد کردن ماژول یادتونه در مورد ماژول ها صحبت کردیم، یه ماژول استاندارد میایم تو این قسمت ماژول رو میزنیم و اینجا میتونیم کدامون رو بنویسیم. خب من فرض کنیم میخوام یه پروسیجر بنویسم به نام مثلا فانکشن انجام عملیات جمع، مثلا ساده ترین کار دیگه. خب بعد مثلا می‌نویسم سامی که راحت تر باشه، و واسه اینکه این عملیات جمع انجام بدم دو تا متغیریه یا آرگومانت ورودی میگیرم، آ از اینتیجر خب و بی هم از اینتیجر. یعنی چی از اینتیجر؟ یعنی به صورت عدد صحیح 1 2 3 4 5. خب وقتی که اینتر رو میزنم ان فانکشن رو میکنم انجام، و من میتونم اینجا بگم خود سامی هم باید حتما تعریف کنم از چه تایپی داره استفاده، چه جور مدل متغیری باید باشه این سامی من، چون فانکشنه داره یه عدد برمیام، عدد من باید اینتیجر باشه. چرا؟ چون دارم دوتا عدد صحیح رو با هم جمع میکنم و مجموع دوتا عدد صحیح میشه یک عدد صحیح. خب و اون وقت میتونم بگم که سامی مساویه با با خب A به اضافه B. درسته؟ حالا وقتی که من اینو بخوام ران کنم ران نمیشه دیگه. به خاطر چی؟ بخاطر اینکه ورودی خروجی ندارم. میگه از کجا ورودی خروجی ما بگم، چی رو ران کنم که این ورودی خروجی تعریف بشه. خب فرض کنیم من یه ساب دارم، یه پروسیجر دارم که هیچ خروجی رو بر نمیگردونه و اسمش رو میذارم سام هر چیزی. خب چون میخوام نشون، حالا تو این سام دو من یک عددی دارم، یه متغیری دارم به نام مثلا آ مساوی میشه با این سامیی که میخوام. خب میگه آ رو به عنوان عدد صحیح بده میگم 1، بی رو به عنوان عدد صحیح بده میدم 2، و خب اجرا میکنم. آها و انا اجرا بکنم آ رو برابر با 1 به اضافه 2 قرار میده، ولی از کجا بفهمم؟ میگم یک پیامی رو به من برگردون به اسم MSGBox. MSGBox خودش یک تابه است که به صورت نوشته شده توی VBA قرار داره، به همین صورتی که ما نوشتیم، رفتن یه جا برنامه‌نویسی VBA نوشتن function MSGBox پرانتز باز اینها ورودیاشه که میگه چی رو میخوای پرامپت کنی برگردونی به یوزر. من میام آ رو برگردون به یوزر و پرانتز بسته و اینو اجرا میکنم، اجرا میکنم، میبینیم که میره تو محیط اکسل و یه مسیج به من برمیگردونه. این اون MSGBox هست که میگه 3 میشه. خب و 3 رو میتونم ببینم. پس این یک ساب ساده، یک فانکشن ساده بودش. حالا یه سری صحبت ها داریم در این خصوص. یکی توی قسمت اینجا که ورودی ها رو میدیم، ورودی ها رو میگن آرگومانت. خب یکم بیشتر باید توضیح بدیم، یکم در مورد خود فانکشن و ساب توضیح بدیم. همونطور که گفتیم ساب خروجی بر نمیگردونه، فقط یک سری عملیات انجام میده که اینجا هم یک سری عملیات انجام میده، اما فانکشن یک خروجی برای سامی رو برگردون که خود تابه بودش. ما اینجا دیتا تایپ ها رو تعریف کنیم. دیتا تایپ ها یعنی چی؟ من وقتی که آ رو دارم اینجا تعریف کنم، آ یک متغیره. خب اگه قبلش میومدم این رو تعریف میکردم و میگفتم دیم اعلام یک متغیر رو به این صورت انجام میدم، آ از اینتیجر، خب دیگه لزومی نداشت اینجا میومدم میگفتم، چون به صورت گلوبال دارم تو کل این ماژول تعریف کنم، بالای تمام این پروسیجرام تعریف کنم، لزومی نداشت دیگه اینجا تعریف کنم. دیم تعریف متغیر بی از اینتیجر به عنوان یک متغیر عدد صحیح تعریف بشه، دیگه اینجا نیازی نداشتم که این رو بنویسم. پس میتونم اینجا بگم دوباره اینو پلی کنم، ناگهان اجرا شد و اوکی بودش. خب
این هم از این. من وقتی که فانکشن رو تعریف میکنم، ورودی و خروجی رو بهش میدم، از اینتیجر دارم تعریفش میکنم. خود این سامی هم یک متغیره که میتونستم اینجا تعریف کنم از اینتیجر. دیم سامی از اینتیجر، اینا دارم دفعه اول می نویسم، مثلا کار میکنم درست نوشتم دیگه. اوکی دیگه اینو برمیدارم، چون اونجا تعریف کردم که آقا سامی A و B چی هستن. اگه تعریف نمی کردم باید اینجا می نوشتم دیگه. خب میام این رو ران میکنم و سه رو داره به من میده، درسته؟ اوکی. پس این تعریف ورودی و خروجی. آیا ساب هم میتونه ورودی خروجی بگیره؟ بله ساب هم میتونه ورودی خروجی بگیره، اما خب الان اینجا نیازی نداشتم ورودی خروجی بهش تعریف کنم. حالا اگه توی کدمون بودش بسا تعریف کنم، به همین شیوه هستش. خب و وقتی که دارین آرگومانت ها رو تعریف میکنین یکم با مفهوم تر تعریف کنین. وقتی که اینجا اگه یادتون باشه من داشتم سامی رو پرانتز باز کردم، گفت آبی. خب آقا من الان آبی چیه؟ و بدونم دوتا عدد صحیح میخوام وارد کنم دیگه، درسته؟ پس اینجا مثلا اگه به جای آ بذارم، اینجا من باید بفهمم که آ یک آ دو مثلا عدد یک و دو رو تعریف کنم. خب حالا اینجا بنویسیم عدد اول عدد دوم، چون اینجا رو تغییر دادن همه این آ و رو هم باید تغییر. آره اینجا اگه من بخوام نباز کنم عدد یک عدد دو، من میفهمم که آقا اینجا عدد یک و اینجا یک و دوی میزنم، یه عدد باید بذارم اینجا هم عدد دوم باید بذارم که میخوام با هم جمع بشن. خب و ورودی هاشو آرگومنت هاشو تعریف بکنم و اینو وقتی که ران بکنم عدد هفت رو داره با هم سه بذارم بچه. خب این تعریف فانکشن و ساب بودش. حالا توی آرگومانت ها من دو کار میتونم انجام بدم. نها کنین وقتی که من اینجا عدد قبل این که من اینجا 3 و 4 رو تعریف کنم، من میتونم بگم A1 من مثلا 3 هستش، A2 من هم مثلا 4 هستش. حالا میخوام این A1 و A2 رو بذارم توی سامی و جمع کنم. لزومی نداره من حتما اینجا 3 و 4، میتونم 3 و 4 از قبل تعریف کرده باشم، ورودیامو به تابه بدم و تابه واسه من جمع کنه و عدد 7 رو به من برگردونه، درسته؟ پس این از این از این. حالا نها کنیم من میتونم اینجا از یک کلمه کلیدی به نام by refer و بای ول استفاده کنم. خب بای ول و بای رف ریفر. اگه من بگم بای ول، درسته؟ و واسه این بگم بای رف، این کنم فاصله نذاشتم نفهمیدش. خب میبینین شناخت این دوتا کلمه کلیدی رو به چه معنی هستن. اگر من از کلمه بای ول قبل از آرگومانتی استفاده کنم، یعنی اینکه وقتی که من اینجا A1 رو 3 قرار دادم به این، خب این اومده یه سری عملیات اینجا انجام داده، مثلا من عدد یکم رو مساویه با عدد یک به اضافه 2 خب قرار دادم، یعنی شده 5. بعد 5 رو به اضافه 4 کردم و برگردوندم. خب وقتی که من از این تابه میام بیرون، خب A1 من MSG باکس میکنم، بذاریم بعد جمع MSG باکس A1، A1 من تغییری نکرده چون گفتم بای ول. خب در صورتی که اینجا به اضافه 2 کرده بودم دیگه. اما عدد دو رو هم به اضافه 2 میکنم. خب الان جمع من چقدر میشه؟ میشه 3 به اضافه 2 5، 4 به اضافه 2 6، 6 و 5 11. من انتظار دارم آ من 11 باشه.
وقتی که MSG باکس میکنم اینو، انتظار دارم عدد 3 رو به من نشون بده چون گفتم بای. ولی وقتی که بای ref استفاده میکنم، اینجا یه سری عملیات داخلش انجام دادم و وقتی که این عملیات تموم شد، تابع من اومد اینو عدد رو گرفت گذاشت اینجا، این عملیات انجام داد، جمع من به دست آورد، اینجا عدد 2 من انتظار دارم تغییر بکنه چون گفتم بای ref. خب و من عدد A2 رو میخوام ببینم MSG باکس کنه. اوکی، حالا ران کنیم ببینیم چطور میشه. عدد 11 همونطوری که گفتیم 3 به اضافه 2 شد 5، 4 به اضافه 2 شد 6، 6 و 5 شد 11. عدد 3 دیدیم به اضافه 2 نکرد اینجا چون بای ول استفاده کردم، همون عدد من بعدی شده 6، 4 به اضافه 2. پس توجه کردیم من بای رف استفاده کردم اینجا، وقتی که عددمو اینجا گفتم 4 باشه وارد این تابه کردم، اینجا اومده دیده بای رف استفاده کردم و اینجا هم به اضافه 2 کردم عدد 4م شده 6، A2 من رو تغییر داده به 6 و از اینجا به بعد A2 دیگه 6 هست و من میتونم به جای 4 استفاده چون وارد این تابه شده و تغییر کرد، منیپولیت شده. اما وقتی که بای ول استفاده کردم این تغییر به صورت پیش فرض همه اینا بای ول هست، اما بعضی جاها خیلی بای رف استفاده داره و کاربردیه که لازمه بدونی. یه نکته بود. نکته بعدی یه کلمه کلیدی قبل از توابه و ساب هستش که من اینجا پابلیک، پرایوت و پابلیک هستش. اینجا پرایوت، مثلا اینجا پابلیک. اگر من حرفی نذارم به صورت پیش فرض پابلیک هستش، یعنی چی؟ یعنی من تو ماژول 1 هم میتونم از این تابه استفاده کنم، اما اگه پرایوت بذارم فقط تو همین ماژول میتونم استفاده کنم و تو ماژول 1 دیگه نمیتونم برم از این سابم استفاده کنم چون پرایوت هستش. خب پابلیک وقتی که میذارین یه کاربرد دیگه هم داره، وقتی که بیاین توی سامی، وقتی که بیاین توی اینجا توی یک شیتی مساویه سا می، میبینین که من سامی من که خودم نوشتم توی توابع اکسل میاد و من میتونم 3 و 4 رو بذارم و 11 رو بگیرم. خب تابع سامی من رو تو خود اکسل من شناخت وقتی که پابلیک قرار دادم، درسته؟ اما اگر من پرایوت قرار میدادم اینو نباید میشناخت. میام توی شیت هم مساوی میذارم با سام، میبینین سامی نیست اینجا دیگه چون پرایوته، میبینین؟ خب پس این خیلی کاربردیه، خیلی واقعا کاربردیه. من وقتی که بخوام یه فانکشنی رو واسه خودم اینجا بنویسم و مثل توابع دیگه اکسل ازش استفاده کنم، مثلا من دارم یک مثلا یه کد خیلی معروف به نام شمسی ساز بودش که یکی از شرکت دور تهیه کرده بود و خیلی استفاده میشد. اینها اومده بودن از پابلیک فانکشن استفاده کرده بودن و گفتم اوکی تو تاریخ اول تو بده، تاریخ میلادی تو بده، من شمسی بهت برمیگردونم. فانکشنش اینجا نوشته بودن، بعد اون شخص میومد مثلا مینوشت مساویه با دیت مثلا اسم، من یادم نمیاد چیه، پرانتز باز مثلا تاریخ میلادی سال ماه مثلا روزو میداد و برمیگردون، از همین طریق میشه. پس خیلی میتونین استفاده کنین از پابلیک فانکشن ها واسه اینکه توابع خودتون رو بنویسین. خب این ورود به پروسیجر ها توی وی بی ای بود. از اینجا به بعد شما میتونین کد هاتون رو بنویسین از همین تعریفی که گفتم، اینا تعریف اولیه، با استفاده از اینا شما میتونین کد هاتون رو بنویسین. حالا از اینجا به بعد، از جلسه بعد من میام میگم اوکی، فرض کنید شما یه پروژه میخواین انجام بدین توی وی بی ای چی کار باید بکنیم، وارد این پروژه میشیم و کدها رو توی این توضیح میدیم و میگیم از چه پاپ فانکشن های استفاده کردیم، از چه ساب های استفاده کردیم، چرا استفاده کردیم، یوزر فرما رو میگیم، ماژولی که استفاده کردیم رو تعریف کنیم و غیره. خب امیدوارم مفید واقع شده باشه واسه تون و استفاده کرده باشیم. خدا نگهدار.